درود و ارادت خدمت همه شما خوبان امیدوارم که زندگی به کامتان شیرین باشه البته زندگی زمان شیرین میشه که ما در دنیای بهتر زندگی بکنیم یعنی رنج ما و هم ما در این دنیا کمتر باشه وقتی هزاران نفر از هم و هم وطنان ما و شما در رنج باشند خواه سر روحیه ما و شما هم تأثیر منفی مگذاره و نمیگذاره که زندگی به کام ما باشه مگر اینکه ما بر رسالت انسانی خود عمل بکنیم و کاری که از دست و از توانایی و وسع ما برای کمک به این هم نوعان ما برمیه را انجام بتیم بر اساس آمارهای موجود در این سایت یعنی Asylum Seekers Resource Center 33 هزار مهاجر از کشورهای مختلف با ویزای موقت در استرالیا زندگی میکنند از میان این 33 هزار نفر حدود پنج و صد نفرشان از مردم ما شماست یعنی در کنار هزاران نفری که در اندونزی در برزخ بی سرنوشتی رنج میبرند پنج و صد نفر از مردم ما شما که دارنده ویزای موقت بودن و ویزایشان تمدید نشده سالهاست که در استرالیا با یک حس مرگبار ناشی از بی سرنوشتی و استراب به سر میبرند مهاجرت و پناهندگی پدیده ای هست که با سرنوشت و زندگی ما و شما گره خورده همه ما و شما تعم تلخ انتظار و بی سرنوشتی را در کشورهای مختلف چشیدیم می دانیم که بی سرنوشت بودن و حقوق محدود داشتن حق سفر نداشتن و حق الحاق خانواده نداشتن چقدر سخت و طاقت فرساست موضوع مهاجرت و پناهندگی همونطور که همه ما و شما میدانیم یک موضوع بسیار مهم و حساس سیاسی در تمام کشورهای مهاجرپذیر است سیاستمداران و احزاب سیاسی همیشه از مسئله پناهندگی و مهاجرت به عنوان یکی از برگهای برنده خود در انتخابات مجلس و انتخابات های ریاست جمهوری استفاده میکنند خصوصا احزاب راستگرا که همیشه وعده های سخت تر کردن شرایط پناهندگی و محدود کردن حقوق پناهندگان و مهاجرین را در لیست کارهای خود قرار می ما فکر میکنم سی این سی, سی هزار نفر انسان مهاجر در استرالیا قربانی بازی های سیاسی بین سیاستمداران استرالیا شدند. قانون ویزای موقت یا همون TPV یا Temporary Protection Visas که در واقع بعد از چند بار تمدید به دریافت اقامت دائم و شهروندی منتج می شد در سال 1999 وضع شد و همینطور در فراز نشیب های سیاسی در این کشور دستخوش تغییرات بسیار اساسی و بنیادی شد در سال 2013 مجلس سنای استرالیا قانون صدور ویزای موقت برای مهاجرین را لغو اعلام کرد کاری که باعث شد دولت استرالیا در واکنش به این اقدام مجلس سنا صدور تمام ویزاهای موقت برای پناهندگان را متوقف کرد این اقدام و این کار دولت در واکنش به مجلس سنا باعث شد که ویزای موقت سیوسه سی هزار نفر دیگه تمدید نشه تمدید نشدن این ویزا در واقع منجر به از دست دادن حقوق اساسی و بنیادی و اجتماعی این افراد در جامعه استرالیا شدند الان این افراد در یک بیسرنوشتی مهلک به سر میبرند نمیتونن سفر بکنن نمیتونن ملک بخرن نمیتونن درخواست الها خانواده بکنن و تمام این محدودیت ها باعث وارد کردن یک حجم گسترده و عمیق از فشارهای روحی و روانی بر این افراد شده حالا فعالین امور مهاجرت در استرالیا روز 8 فوریه یعنی روز سهشنبه همین هفته آینده را یک تظاهرات در اعتراض به این بسرنوشتی همزمان در چند شهر استرالیا براه انداختن تا صدای این هزاران انسانی بی سرنوشت را به گوش مقامات مربوط برسانن امیدوارم شما به خصوص دوستانی که در استرالیا زندگی میکنند به این دادخواهی شرکت بکنن تا باشه که این صدا به گوش مقامات مربوط برسه و مشکل این عزیزانی که سالها در در برزخ بی‌سرنوشتی به سر و رنج میکشن مشکلشان حل شود